سرخط خبرها. نگرانی امریکا از تهدیدهای احتمالی داعش از افغانستان. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان داعش را تهدید برای امریکا و متحدانش دانسته است. تهدیدهای تروریستی از افغانستان در این سه ماه با وجود نگرانی‌های وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل و نگرانی‌های منطقه‌ای در مورد توانایی یا تمایل طالبان برای پایبندی به تعهدات ضد تروریسم که سطح بلند امراض روانی در میان زنان افغان. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، 52% مراجعان مریضان روانی در سال 2023 را زنان تشکیل می‌دهد. سر دی ارقامو په اساس باندې د روانی اختلالاتو یا مراجعه کوونکو څخه 25% ښځینه وو. یعنی په عموم کې ویلی شو چې نسبت مخکې ته اوس په افغانستان کې د روانی اختلالاتو هغه کومې واقعات چې دي هغه روان. پیشرفت ها در بخش تولیدات داخلی کشور. وزارت صنعت و تجارت میگوید افغانستان در 45 بخش و 133 قلم تولید داخلی به خودکفایی رسیده است. و هشدار امریکا از حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل. رئیس جمهور امریکا گفته است که احتمال دارد ایران به زودی علیه اسرائیل حمله کند. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز شنبه 25 حمل سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که داعش خراسان همچنان بزرگترین تهدید تروریستی برای حاکمیت امارات اسلامی و جدیترین تهدید خارجی برای ایالات متحده و متحدانش باقی مانده است. همزمان با این، قماندان پیشین سنتکام میگوید که نبود فشار نظامی امریکا و ناتو و همچنان ناتوانی امارات اسلامی در کنترل داعش این گروه را به تهدید بزرگ تبدیل کرده است. اما امارات اسلامی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مشمول داعش از خاک افغانستان را رد می‌کند و می‌گوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که داعش خراسان همچنان بزرگترین تهدید تروریستی برای حاکمیت امارت اسلامی و جدیدترین تهدید خارجی برای ایالات متحده و متحدانش باقی مانده است. سیگر در گزارش سه ماهه خود می افزاید که امریکا تا هنوز مطمئن نیست که آیا حکومت کنونی افغانستان می تواند از انجام عملیات های تروریستی توسط القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان از طریق خاک افغانستان به بیرون از کشور جلوگیری کند یا نه. تهدیدهای تروریستی از افغانستان در این سه ماه با وجود نگرانی های وزارت خارجه امریکا، سازمان ملل و نگرانی‌های منطقه‌ای در مورد توانایی یا تمایل طالبان برای پایبندی به تعهدات ضد تروریسم که در توافقنامه 2020 آمریکا و طالبان درج شده بود ادامه یافت. داعش خراسان همچنان بزرگترین تهدید تروریستی برای حاکمیت طالبان و جدیدترین تهدید خارجی است که از افغانستان برای ایالات متحده و متحدانش سرچشمه می‌گیرد. همزمان با این، قماندان پیشین ستاد قماندانی مرکزی امریکا یا سنتکام میگوید که با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، داعش خراسان فضای مساعدی برای پیشرفت پیدا کرده است. جوزف وتل می افزاید که نبود فشار نظامی امریکا و ناتوانی امارت اسلامی در کنترل داعش این گروه را به تهدید بزرگ تبدیل کرده است. نشریه آنلاین بزنس انسایدر گزارش داده است که قبل از سال 2021 میلادی فعالیت داعش خراسان محدود به افغانستان بود و نفوذ محدود فراتر از سرحدات این کشور داشت، اما پس از آن فرصت گسترش بیشتری یافت و مسئولیت حملات فراتر از خاک افغانستان از جمله حمله انتحاری به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در ایران و حمله به تالار کنسرت در مسکو را بر عهده گرفته است. با تسلط طالبان بر افغانستان، داعش خراسان فضای مساعد برای پیشرفت پیدا کرده است. نبود فشار نظامی آمریکا و ناتوانی طالبان در کنترل داعش باعث شده که این گروه به تهدید بزرگ تبدیل شود. خیلی طول نمی کشد تا این سازمان ها فعالیت خود را بیشتر کنند و توانمندتر شوند. جوزف وتل که در سال 2010 بر عملیات نظامی در خاورمیانه نظارت داشت، بر بزنس انسایدر گفته است که عدم حضور نظامی آمریکا در افغانستان گزینه های مبارزه با داعش را نسبتاً محدود کرده است.
اما امارت اسلامی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مشمول داعش در خاک افغانستان را رد می‌کند و می‌گوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اسلامی امارت به بار بار ویلی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد په خلاف نه کارول کیږي او دلته به هیڅ بهرنی ډلې ته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو ځل بیا موږ د نړۍ هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکو چې د افغانستان خاوره به د دوی پر خلاف نه کارول کیږي او نه به له افغانستانه دوی ته کوم تهدید متوجه وي. این اظهارات در حال مطرح می شود که هفته گذشته مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا در نشست با شماری سفیران و نمایندگان دیپلماتیک برخی از کشورها در کابل گفت که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما برخی کشورها و علاقات خاص به نفع این گروه تبلیغ می کنند. آقای کبیر در این نشست داعش را دشمن بشریت، منطقه و جهان دانست. محمد ابو شهاب معاون سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل با توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در مورد توانمندسازی زنان و دختران افغانستان گفتگو کردند. نمایندگی امارات متحده عربی برای سازمان ملل در اکس نوشته است که دو طرف در این دیدار در مورد آخرین تحولات افغانستان، توانمندسازی زنان و دختران افغانستان و اجرای آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده است گفتگو کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته است یک نماینده ویژه برای افغانستان بگمارد. مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که بر اساس ارقام سال 2023 از تمامی مراجعان امراض روانی در کشور 52% آن را زنان تشکیل می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که پس از به قدرت رسیدن امارات اسلامی به دلیل تأمین امنیت سرتاسری در کشور و انجام خدمات بهتر روانی، ناراحتی‌های روانی کاهش داشته است. اما برخی از بیماران که در شفاخانه صحت روانی بستری هستند می‌گویند که ناراحتی روحی و روانی خود را از بیم قضاوت دیگران مدت‌های در درون خود پنهان نگه داشتند. گزارش از فرهناز فریبرز. افرادی که قربانی فشارهای روانی شدند. آمارها نشان می‌دهند که زنان در افغانستان بیشتر از مردان دچار مشکلات روحی و روانی هستند. مسئولان در وزارت صحت می‌گویند که بر اساس ارقام سال 2023 از تمامی مراجعان امراض روانی در کشور 52% آن را زنان تشکیل می‌دهد. اما به گفته سخنگوی این وزارت پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی به دلیل تامین امنیت سرتاسری در کشور و انجام خدمات بهتر روانی ناراحتی های روانی کاهش داشته است. په افغانستان کې د اکثریت د خزینه او نارینه او د یعنی په عموم کې د ټولو ولسونو رواني امنیت خوندي نه دی پاتې شوی او د هغوی رواني امنیت ځپل شوی دی. په دغه وروستیو کې چې له موږ سره څومره ارقام شریک شوي دي، په 2022 کال کې له موږ سره د ارقامو په اساس باندې د رواني اختلالاتو یا مراجعه کوونکو څخه 25% خزینه وو. یعنی په عموم کې ویلی شو چې نسبت مخکې ته اوس په افغانستان کې د رواني اختلالاتو هغه کومې واقعات چې دي د هغه رواني ناروغانو چې په افغانستان کې مخکې موجود ول واقعات را کم شوي دي. مشکلات روحی و روانی دردهایی هستند که بسیاری از موارد پنهان میمانند. بسیاری از مبتلایان ناراحتی روحی و روانی خواسته یا ناخواسته این دردها را در درون خود نگه می‌دارند. اما در کشور مانند افغانستان هنوز پنهان نگه داشتن ناراحتی روحی و روانی از بیم قضاوت دیگران برای درمان رایج است. در خانه زیاد مشکلات های روزگار است. فقیر است این ماز خاطر مکتب می رفتی؟ آیا ماز بوزا فرق؟ مکتب خلاصتی؟ مکتب خلاصتی؟ وظیفه نداشتی؟ وظیفه چه کار پیش از این نیز سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که نیم از جمعیت افغانستان با ناراحتی روانی مواجه است، اما در شرایط کنونی عوامل زیاد همچون خشونت، فقر و ناداری، نبود امکانات اولیه زندگی، خشونت‌های خانوادگی، بیکاری، بازماندن دختران و زنان از تحصیل و کار و همچنان استفاده از مواد مخدر منجر به اختلالات روانی شدند.
اداره هواشناسی از احتمال ریزش برف و باران‌های سنگین در چندین ولایت کشور طی 24 ساعت پیش رو هشدار داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تخمین زده که 33 ولایت در معرض خطر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی قرار دارد و میزان بارندگی در برخی از ولایت‌ها از 15 تا 60 میلی‌متر خواهد بود. این اداره همچنان مقدار برفباری را 15 تا 40 سانتی‌متر در نقاط گوناگون پیش بینی کرده است. از سوی هم گزارش‌ها حاکی از آن است که سرازیر شدن سیلاب‌ها در دست کم 2 روز اخیر خسارات مالی و جانی را در نقاط مختلف کشور بر جا گذاشته است. شمار از باشندگان شهر کابل از مسدود شدن پیاده‌روها از سوی دکانداران شاکی‌اند. به گفته آنان بیشتر پیاده‌روها در جاده‌های پرازدحام کابل برای خرید و فروش از سوی دکانداران و دست فروشان استفاده می شود و مردم هنگام عبور و مرور با چالش روبروند. در همین حال مسئولان در شهرواری کابل می گویند که در نواحی که جاده ها و پیاده روها شخصی سازی شده بود طی پلان مشخص پاک سازی شده و این روند ادامه دارد. گزارش از خدیجه کوهستانی. شماری از باشندگان کابل از استفاده شدن بیشتر پیاده‌رو برای خرید و فروش شکایت دارند و میگویند هنگام عبور و مرور از جاده‌های پر ازدحام کابل با مشکل جدی روبرو‌اند. از این پیاده‌رو استفاده بکنن و پیاده‌رو به خاطر خرید و فروش و به خاطر کسب و کار چیزا نیست، به خاطر رفت آمد است و همین قدم که پیاده‌رو که اگه بند شد و همه چیز کس به کار و یا در پیاده رو آمدن، مردم مجبور میشن که از سرک استفاده بکنن. باید مردم باید مراعات بکنن قانون اساسنامه های دولت امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص وزارت شهرولی دیگه مراعات بکنن که از پای پیاده رو استفاده باید نکنن، استفاده سو است. برخی از دست فروشان از مسئولان می خواهند تا مکان مناسب را برای خرید و فروش آنان فراهم سازد. جای کاربار چی کنه؟ ما در پدرها ویت خوش نیستم، یک جای در ما تمدین چی کنه، جور کنه یا خورفگه یا یک چیزی بیس ما تنگ نمیتنم، واس ما نمیتنم، نگه میدی گیروبار یت خوش مینمی. در همین حال مسئولان در شهرولی کابل میگویند در نواحی که جاده ها و پیاده روها شخصی سازی شده بود طی پلان مشخص پاک سازی شده و این روند همچنان جریان دارد. در شما میدونید در نواحی مختلف شهر کابل متاسفانه به بهانه های مختلف پیاده روهای شهر کابل شخصی سازی شده بود که ما تمام کتارها و تمام موانعی که در وجود داشت اونها را پاک سازی کردیم به شمول پیاده رو خود مندوی شهر کابل را، اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد در قسمت تخلف بعضی دکاندارا که مطلقاً بر اساس پلانی که ما داریم و کمیته نظم شهری که در او شهرولی کابل مقام محترم ولایت کابل قماندانی امنیه ریاست محترم استخبارات و ترافیک و دیگر ادارات زیر ربط هستند در این راستا اقدام می‌کنند. هرچند بارها شهرولی کابل به هدف پاکسازی جاده ها و جلوگیری از مشکلات ناشی از ازدحام اقداماتی را روی دست گرفته است، اما با باور بسیاری ها این برنامه ها کمتر جنبه عملی داشته است. جوانان ننگرهاری از نبود کار در این ولایت شکایت دارند و از حکومت خواهان فراهمسازی فرصت های کاری هستند. از سوی هم مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت میگوید که در سال گذشته برای 800 تن زمینه کار را فراهم کرده بودند و به بیش از 4000 تن دیگر هم در بخش های مختلف آموزش مسلکی دادند. شکایت جوانان ننگرهاری از نبود کار در این ولایت. در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار جوانان از نبود فرصت های شغلی شکایت دارند و میگویند به دلیل نبود کار مجبور می شوند تا جان خود را به خطر انداخته به کشورهای خارج سفر کنند. آنان از حکومت می خواهند که در داخل کشور به آنان زمینه کار را فراهم کند. دست جوانان شته دی چی دت پونتونونو چه پاریخ دی پالا درجه مندی نو دوی بیکار دی یا دست بیروزگار گرزی دوتا باید د کار زمینه مساعده شی ترچو د دوی د انرژی څخه سم استفاده وشي. از سوی هم مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی میگویند در یک سال گذشته برای 800 تن زمینه کار را فراهم کردند و همچنان 4000 تن حرفه های مختلف را فرا گرفتند. سوش پیتا وړه کاروبارونه حمایه ده چې هغه ځوانان په دې باندې مونږ حمایه کړی دي چې په دې کې خوشبختانه یعنې 560 تن دا هغه د مختلفو ولسوالیو ځوانان دي 3500 تنه
دا دی مختلف و حرفو څخه منگ پاریخ کلی دی. آقای حقانی می افزاید تلاش می کنند تا به جوانان زمینه های شغلی بیشتر را فراهم کرده تا از رفتن جوانان به بیرون از کشور جلوگیری کنند. بیره چه دی حقا ندریابونه که هوای لحوش و دی مایان دی خوراک شو نو دا طبیعی خبر دا زمانگ حقا دی اسلامی دی سمیمت پری حزبانی چه وروری دا زمان گرون دی طبعا نوروانی خبکی و زمان اگو تا پیغام داره چه خپل هیوات پاتشی و خپل هیوات که دغن تا خبر دا انرژی مصرف کی. به گفته آقای حقانی برنامه های را روی دست دارند که بر اساس آن در سرتاسر ولایت ننگرهار برای جوانان زمینه آموزش حرفه فراهم خواهد شد. صنعت خراطی و حکاکی در ولایت تخار نسبت به گذشته رونق گرفته، اما کمبود وسایل و عدم توجه حکومت کار صنعتکاران را دشوار ساخته است. حکاکان در تخار میز، چوکی، الماری، تخت خواب و دروازه تولید می کنند و خراطکاران نیز انواع ظروف چوبی می سازند، اما از نبود بازار فروش شکایت دارند. رئیس صنعت و تجارت این ولایت می گوید که به مشکلات صنعتکاران به خصوص حکاکان رسیدگی خواهد شد. این تنها کارگاه های صنعت حکاکی و خراطی در شهر طالقان مرکز تخار است که فعالیت میکنند. صنعتکاران بخش حکاکی و خراطی در این ولایت میگویند که فرمایش های گوناگون مردم را در بخش کاریشان میپذیرند و میافزایند که نسبت به گذشته بازارهایشان رونق گرفته، اما کمبود وسایل و بلند بودن قیمت ها کاری آنان را با مشکل روبرو ساخته است. دو نفر استادکار هستیم، دیگر 7 نفر شاگرد داریم. دیگه فعلا ما مشکلات وسایل هم داریم، وسایل ما کم است، بسیار به اقتصاد ضعیف ما کار میکنیم. در اینجا بیشتر ما بالای ظروف چوبی از چوبای اصیل وطنی ساخته میشه، بالای بیشتر کار و فعالیت داریم و بیشتر فروشات ما بالای ظروف های مثل غوری است، کاسه است و بعضی گلاس های آبخوری گپ هست. این صنعتکاران میگویند که بلند بودن بهای مواد خام و اقتصاد بد مردم سبب رکود کاری آنان شده و صنعتکاران از این کار دست کشیده و از حکومت میخواهند از بهر حفظ این صنعت از آنان حمایت کنند. نبود اقتصاد است دیگه، هم برای ما که اهل کار هستیم و هم برای مشتری ما که اهل خرید دیگه. بازارهای ضعف اقتصادی بازار باعث شده که ما کمی در کارمون بیمازدگی بر بیاریم. دروازه و کلکین، موبل، فرنیچر، الماری، تمام کار ما میکنیم. تا کار ما تا کار بازار کارهای ترکی و گپا فرق داره و او چیزایی که خارجی میایه اگر کیفیتش بالا باشه باز قیمتش بالا میره بسیار زیاد. مسئولان ریاست صنعت و تجارت میگویند که این صنایع نسبت به گذشته در حال رشد است و آنان از صنعتکاران حمایت میکنند. ولایت تخار ماشاءالله خوب است. یکی در مردمایی که در حکاکی این را مکسبهشون است که از این طریق این را معاش امتیاز دستی خود میگیرند و دیگه ما کوشش داریم که اینها را رشد بدیم. باشندگان تخار نیز میگویند که حمایت و زنده نگه داشتن صنایع قدیمی مانند حکاکی و خراطی از مسئولیت های حکومت ها است و از امارت اسلامی میخواهند در حفظ این صنایع قدیمی تلاش کنند. ادامه که خبرها پس از لحظه. حال هم خبرهای اقتصادی. وزارت صنعت و تجارت میگوید افغانستان در 45 بش و 133 قلم تولید داخلی به خودکفایی رسیده است. مقام های این وزارت میافزایند که تلاش دارند تا افغانستان از یک کشور وارداتی به صادراتی مبادل گردد. آنان همچنان بر ادامه پشتیبانی از تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری در این راستا تاکید میورزند. تأکید وزارت صنعت و تجارت بر تبدیل شدن افغانستان از کشور وارداتی به کشور صادراتی. مقام های این وزارت میگویند که تلاش ها در این راستا جریان دارد. به گفته آنان افغانستان در 45 بخش و 133 قلم تولید داخلی به خودکفایی رسیده و در 27 بخش که 95 قلم مواد می شود به نیمه خودکفایی دست یافته است. سخنگوی این وزارت بر افزایش استفاده کالاها و تولیدات داخلی در پروژه های دولتی و ملی تاکید کرده و می افزاید که تلاش ها را برای یافتن بازار برای محصولات داخلی در داخل و خارج از کشور نیز آغاز کردند. در 133 قلم اجناس تولیدی که 45 سکتور می شود به ظرفیت خودکفایی رسیدیم و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی
که 27 سکتور می شود به ظرفیت نیمه خود کفایی رسیدیم. این در حالی است که ادارات اماراتی متحد به استفاده اجناس و تولیدات داخلی جهت حمایت از رشد صنایع در کشور می باشد. اتاق صنایع و ماده نیز می گوید که در 2.5 سال پسین انکشاف تولیدات داخلی بیشتر در خور توجه صورت گرفته و در حال گسترش است. اما آنان بر گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در پروژه های دولتی تاکید می پرزد. بدون شک، بدون حمایت مردم و حکومت امر ممکن نبود که محقق شد. بنام نفکر می کنم که حکومت هم یکی از بزرگترین مصرف کننده در مارکت می باشد. در صورتی که دولت در تمام پروژه انکشافی و توسعه خود از محصولات و تولیدات داخلی استفاده بکنه و همچنان مصرف حکومت بیشترش از تولیدات داخلی باشه و ارجحیت به محصولات و تولیدات داخلی بده، این سبب از این میشه که از یک طرف ما از خروج از داخل افغانستان جلوگیری بکنیم. کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی در پروژه های دولتی افزایش یابد، افغانستان به سرعت به سوی استقلال اقتصادی پیش خواهد رفت. حال هم نرخ ارزها. وضعیت هوا. از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار. حامی نشرین برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.